در 60 دقیقه امشب میپرسیم معترضان از چه پایگاه اجتماعی میآیند، چرا خشم و خشونت در این دور از اعتراضات بی سابقه بود. همچنین در برنامه امشب فاصله اعتراض ها کمتر و کمتر میشود و خشونت بیشتر و بیشتر، آیا سرکوب اعتراض ها راه حل مشکل است؟ تا زمانی که منشأ و عامل این نارضایتی رو به افزایش حل نشه، طبیعتاً انتظار اینه که واکنش‌ها شدیدتر بشه. در پایان حکومت نظامی مجازی بعد از 160 ساعت، خسارات ناشی از سرکوب دیجیتال چقدر است؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. میلیون ها کاربر در ایران دوباره به اینترنت وصل شدند بعد از 6 شبانه روزی که نوعی حکومت نظامی مجازی توصیف شده. از همان ساعت اولیه بازگشت اینترنت تصویرهایی از اعتراض و سرکوب در اختیار رسانه ها قرار گرفته، تصویرهایی که نشان از خشونتی عریان دارد. در فضایی از دود و گاز اشکاور و صدای تیراندازی های ممتد و گاهی پراکنده، هنوز مقام های رسمی از رقم کشته شدگان اعتراض های اخیر سخنی نگفتند، ولی حرف از ادامه دستگیری هاست، از جمله دستگیری 180 نفری که نیروی انتظامی میگوید سردسته های معترضان بودند. با این وصف یک طوفان اعتراضی دیگر از سر حکومت ایران گذشته. میتوان برای این اعتراض مبنای طبقاتی یافت، به این معنا که طیف پرتعداد فرودستان جامعه به حرکت در آمده باشند. بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از فرین آسمی. اینترنت امروز در نقاط بیشتری از ایران وصل شده، در حالی که حکومت ایران یک هفته است دسترسی به اینترنت را به روی کاربران داخل بسته. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به تحریم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفت این تحریم گویای برخورد سیاسی و ابزاری آمریکا با محیط اینترنت آزاد است. همگان آگاه هستند که دولت کنونی آمریکا ارزشی برای اصول و ارزش‌های دموکراتیک، شفافیت و حقوق بشر از جمله آزادی اینترنت برای دیگران قائل نیست. وصل شدن اینترنت مخالفانی هم در ایران دارد. اینترنت ایران باید پاک باشد و سازمان بسیج در زمینه اینترنت ملی فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهد. حسین طیبی فرجانشین نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پیشتر با اتصال اینترنت جهانی مخالفت کرده بود. چرا باید اینترنت بدون کنترل باز باشد در حالی که رهبر جمهوری اسلامی بر بحث اینترنت ملی تاکید کرده است؟ همزمان از تعداد دقیق و وضعیت بازداشت شده های اعتراضای اخیر اطلاعی در دست نیست. رمضان شریف سخنگوی سپاه گفته 100 نفر از لیدرها و سرشاخه های اعتراضها دستگیر شدند. او گفته اعتراضها از سوی خانواده شاه سابق، مجاهدین و کسانی که تجزیه طلب مینامید هدایت شده است. علی القاسی مهر دادستان تهران هم گفته بازپرسان ویژه تمام وقت در حال تحقیق همه جانبه از افرادی هستند که در اعتراضای اخیر بازداشت شدند. فرمانده سپاه کرمانشاه هم گفته کسانی که آشوبگر مینامید به سرویس جاسوسی آمریکا وابسته بودند. فرماندار شهر قدس گفته افراد درگیر در حوادث اخیر در این شهر شناسایی و بازداشت می‌شوند. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی معترضان را اشرار، اغتشاشگر، اجیر شده، تحت سلطه آمریکا و اسرائیل و عوامل ناامنی نامیدند. از وضعیت دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی هم خبری در دست نیست. امیر رحیمی رئیس حراست دانشگاه علامه طباطبایی گفته 2 دانشجو در این دانشگاه بازداشت شدند. در دانشگاه تهران هم تعدادی دانشجو بازداشت شده بودند. شورای صنفی دانشجویان کشور گفته بود چند آمبولانس با لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و 10 نفر از دانشجویان را بازداشت کردند. سعید حبیبا معاون دانشجوی دانشگاه تهران این مسئله را تکذیب کرده. او گفته اکثر دانشجویانی که بازداشت شده بودند حالا آزاد شده و تنها 4 یا 5 نفر همچنان در بازداشت هستند که سابقه سیاسی داشتند. این هم تصویری است از دانشگاه صنعتی اصفهان در روزهای ابتدای اعتراض‌ها که امروز به دست بی بی سی فارسی رسیده. سفارش می‌کنیم که زودتر وضعیت شما، سرنوشت شما روشن بشه. دادستان کل کشور امروز در زندان فشافویه به دیدار تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر رفت و گفت تعیین تکلیف و قربالگری بازداشت شده ها تا 48 ساعت آینده به نتیجه خواهد رسید. این بانک هایی که آتش زدن، این مراکز سوختی که آتش زدن، پمپ بنزینی هایی که این افرادی را که کشتن،
چاقو زدن، اینا رو چی انجام دادن؟ یا اجازه بدید، یا شماها بودید، یا افرادی بودن شما رو تحریک کردن، یا افرادی بودن پشت پرده کار رو میکردن. شما دو تا کار رو انجام بدید، یکی صداقت از خودتون داشته باشید در بازجویی ها، یکی اگه واقعا عوامل محرک و مهیج بودن اینا رو معرفیش کنید. همزمان امروز در شهرهای مختلف ایران تظاهراتی در حمایت از حکومت برگزار شده. دادستان کل کشور هم گفته تعیین تکلیف و قربالگری بازداشت شده ها تا 48 ساعت آینده به نتیجه خواهد رسید. مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران هم بیکار ننشستند و در مقابل سفارت ایران در شهرهای مختلف تظاهراتی برپا کردند. از جمله اینجا در آمستردام در هلند. اینجا هم دوسلدورف در آلمان است. این هم گوتنبرگ در سوئد. مقام های امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات قرار است در نشست های غیرعلنی در مجلس حاضر شده و درباره مهار اعتراض ها به نمایندگان گزارش بدهند. فرین آسمی، بی بی سی. گفتگوی داریم در این باره با عبدالستار دوشوکی که اینجا در استودیو با ما هستند، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان و تحلیلگر سیاسی، و همینطور از آلمان حسن یوسفی اشکوری، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دوشوکی، چی فکر میکنید؟ طوفان اعتراض از سر حکومت گذشته؟ مگه این طوفان اعتراض رو به عنوان جنگ ببینیم؟ همان گونه که یکی از فرماندهان سپاه گفته بود که این قیام یک جنگ جهانی بود بر علیه نظام جمهوری اسلامی. البته منظورش جنگ جهانی، خب جهان که درگیری این جنگ نبود، ملت ایران بود. یعنی در تمامی جبهه ها و در تمامی اکثر شهرهای ایران این جنگ بر علیه جمهوری اسلامی در جریان بود. ما وقتی جنگ رو نگاه میکنیم، جنگ همیشه نبرد داره. بعضی از نبردها پیروزی داره، بعضی از نبردها عقب نشینی داره. شما اگه برگردید به سال 88، میبینید در اون زمان میلیون ها نفر به خیابان اومدن و کاری کردن که خود آیت الله خامنه ای اومد در نماز جمعه تهران و به حالت گریه گفت که من جسم ناقصی دارم و غیره و این رو هدیه میکنم به انقلاب. منظورم اینه که اون نبرد رو ما نگاه کنیم، خیلی ها میگفتن اون نبرد تموم شد و رفت، ولی واقعیت اینه که این ادامه داره. نبرد مردم، جنگ مردم بر علیه حکومت ادامه داره. و ما اینو در سال دیمای 96 هم دیدیم، در سال 97 هم دیدیم. هر بار هم که این میاد جمهوری اسلامی ادعا میکنه ما پیروز شدیم و این جنگ تموم شد. واقعیت اینه که این جنگ تموم نشده، بلکه ممکنه در یک نبرد عقب نشینی موقتی توسط مردم صورت گرفته که بقیده من اتفاق افتاده. اما این خاکستر زیر آتش کی دوباره شعله ور میشه که حتما خواهد شد، مشخص نیست، کسی نمیتونه اونو پیش بینی کنه. آقای اشکوری، شما چی فکر میکنید؟ حاکمیت تونسته این اعتراض ها رو مهار بکنه؟ مهمان برنامه و هموطنان ما، باید با ابراز تأسف عمیق از این فاجعه انسانی که حاکمیت علیه مردم انجام داد و مردم در واقع تحمیل کرد، و عرض تسلیت به خانواده جانباختگان این فاجعه عظما. بالا تا اطلاع ثانوی میتوان گفت که این موج گذشته و بالاخره حکومت تونسته که این بار هم مانند گذشته این شورش رو و این خیزش مردمی رو مهار کنه. ولی هم تجربه تاریخی به ما میگه و هم حداقل این تجربه 40 ساله جمهوری اسلامی به ما میگه که همون جوری که آقای دوشوکی هم به درستی گفتن، هر بار که حاکمیت میتونه یک مهاری، اونم به زور سرنیزه و سرکوب و کشتار مردم، که البته چون توازن و قوایی وجود نداره، بالاخره خب مردم تو خیابون دست خالی و چگونه میتونن که در یک جنگ، اصلا جنگ به معنی واقعی کلمه وجود نداره، در یک طرف حاکمیت هست و ابزارهای امنیتی و سیاسی و نظامی و سرکوب و پول و تبلیغات و همه چیز، و مردم با دست خالی تو خیابان، اونم نه همه ملت، یه بخش قابل توجهی از مردم هستن. خب پیداست بالاخره این مردم فعلا عقب نشینی کردن و تونستن که مهار بکنن. اما در طول این 40 سال هر بار یک حادثه به وجود آمده، یک چنین مواجهه صورت گرفته، خب حاکمیت تونسته به طور موقت پیروزی به دست بیاره، پیروزیش هم جشن بگیره و همواره هم گفته دیگه تموم شده. 88 رو به یاد داریم که بعد از اون نوهدهی که کارناوالی که راه انداختن به فرموده، و بعد هم گفتن دیگه فتنه تمام شد، حتی گفتن فتنه دفن شد، براش هم ختم هم گرفتن، براش هم فاتحه هم خوندن.
اما الان 10 سال از اون زمان گذشته و میدونیم که حداقل تا زمانی که رهبران اون در حشر هستن قطعا جنبش سبز تمام نشده، ادامه داره، به موقع سر باز میکنه. منتها هر بار که این خیزش مردمی به خشونت سرکوب میشه، بار دیگر در یه شرایط دیگر باز به بهانه دیگر و چی بسا خشونت آمیزتر سر بر میاره. خیلی خب، آقای دوشوکی، عده‌ای میگن که این اعتراضات رنگ و بوی طبقاتی داشته، بعضی هم میگن که شکل و شمایل قومیتی داشته. شما چی فکر میکنید؟ این واقعیت اینه که درسته در مقایسه با خیزش های قبلی مردم و به اصطلاح قومیت های یا ملیت های مختلف ایران از جمله کردها، عرب های خوزستان، بلوچ ها به اون صورت مشارکتی نداشتن، ولی این بار ما میبینیم که بیشتر شهدا، بیشتر جان باختگان از مناطقی مثل خوزستان میاد یا کردستان میاد. دلیلش هم که کاملا مشخصه. ببینید در ابتدای این کار این اعتراضی بود به گرانی بنزین، ولی اون واقعا اون جرقه بود گرانی بنزین، یا وگرنه اون آتش زیر خاکستر همیشه بود. یک. دوم اینه که در این گونه مناطق خب محرومیت زیاد وجود داره و واقعیت هم اینه که اگه ما نگاه کنیم در دور و اطراف تهران، در جنوب تهران تظاهرات بیشتری صورت گرفته بر علیه بنزین تا مثلا شمال تهران، و حرف شما کاملا درسته، این انقلاب فرودستان هست یا قیام فرودستان. نکته دیگری هم که باید در نظر داشته باشیم در مورد مناطق قومی اینه که جمهوری اسلامی با قساوت و بیرحمی بیشتری در مناطقی مثل کردستان، خوزستان یا سیستان و بلوچستان عمل خواهد کرد. چرا؟ چون بسیاری از نیروهای انتظامی، سپاه و پاسداران از اون منطقه نیستن و خودش هیچ گونه، این حرفی که آقای یونسی مشاور آقای خامنه‌ای زده بود که نظام کلن، یعنی اصلا اون دکترین نظام، آموزشی که به نیروهای انتظامی میده، نیروهای به اصطلاح مردم سنی ایران رو، حالا بلوچ، کرد یا قومیت ها و ملت های مثل عرب و غیره رو به عنوان غیر خودی میبینه. در نتیجه این دکترین آموزش ها رو به اینا متاسفانه داده میشه و ما میبینیم که کشتار در اون مناطق بیشتر از جاهای دیگه است. ولی واقعیت ما برمیگردیم به این نکته اساسی که من همیشه به اون اشاره کردم و اون اینه که جمهوری اسلامی در تظاهرات قبلی، چه سال دی ماه 96 چه 97، مردم گفتم یعنی از اصولگراها و از اصلاح طلبا عبور کردم. واقعیت اینه من خودم شخصا این باید بگم، چون در همین بی بی سی بودم در اون زمان انتخابات اول آقای روحانی، انتخابات دوم آقای روحانی، جز محدود کسانی بودم که از مردم خواستن در انتخابات شرکت نکنند. خیلی گفتن نخیر، باید بین بد و بدتر انتخاب کرد. الان ثابت شد که بد و بدتری وجود داره. تمام این نظام در سرکوب ملت ایران واقعا متحد هستند و این وظیفه ملت ایرانه. چه اقوامی مثل کرد و بلوچ و عرب و آذری، چه شیعه، چه سنی، چه زن، چه مرد، چه فرودست، چه بالادست، همه باید متحد باشن. بدون اتحاد تمامی ملت ایران بقیده من مقابله با جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. آقای دوشوکی میگن که باید متحد باشن اقشار. آقای یوسف اشکوری، ما چه در اعتراض های 96، دی ماه 96، چه اعتراض هایی که در 9-8 روز اخیر دیدیم، میتونیم بگیم که اینها قابل سازماندهی هستند با توجه به پراکندگی اعتراض ها و با توجه به خواسته های مختلفی که در اینجا مطرح میشد؟ والا پاسخ هم آره هست هم نه. جمله ویکتور هوگو داره که مربوط به تجربه انقلاب فرانسه است، گفته بود که وقتی که انقلاب مردمی آغاز شود، پابرهنگان سردار می شوند، ریگه های بیابان گلوله می گردند و چوب های درختان تفنگ می شوند. در مشروطیت دیدیم بالاخره وقتی که کیزش عمومی صورت گرفت، ستارخان ها و باقرخان ها از محله امیرخیز تبریز برخواستند، رهبری یک جنبش مهم رو سیاسی نظامی رو بر عهده گرفتن در تهران و در شمال و در جنوب ایران. در خود انقلاب سال 57 هم همین جوریه. بنابراین اگر شرایط، یعنی پاسخ شما رو اینجوری میتونم بدم، اگر شرایط یک اتحاد ملی با یک رهبری، حالا یک رهبری فردی یا جمعی در سطح کشوری فراهم بیاد، که اونم در اختیار من و شما و همسالینا نیست، اینا دستوری نیست، باید در یک شرایط خاص اجتماعی ابر و باد و ماه خورشید و فلک در کار باشن تا چنین زمینه‌ای فراهم بیاد. اگر فراهم بیاد، اون وقت مردم رهبران خودشون رو پیدا میکنن، اون رهبران پیدا خواهند شد. اما در شرایط فعلی با توجه به گستردگی ایران و جمعیت 80 میلیونی ایران
و بعد این تنوع فکری، فرهنگی، سیاسی، قومی ایران در شرایط فعلی من امکان یک وحدت سراسری اونا با رهبری واحد نمیبینم. اما این توصیه رو به عنوان یک توصیه سیاسی برای پیروزی قابل توجه میدونم و روش تاکید دارم. تا زمانی که عامه مردم، اکثریت قاطع مردم در یک حول شعارهای مشخصی، نه 50 تا شعار، 2 تا 3 تا شعار مشخصی وحدت پیدا نکنن و دست در دست همدیگه ندن و نگن ما بیشماریم، این شعاری بود که در جنبش صدام داده میشد، و نگن ما بیشماریم و روی این وانیستن و در برابر حاکمیت مقاومت به اصطلاح پایداری نداشته باشن، طبیعیه که پیروز نخواهند شد. این رو به عنوان یک توصیه و بر اساس تجارب تاریخی میتوان رویش تاکید کرد، اما در شرایط فعلی من چنین امکانی رو نمیبینم. آقای دوشوکی، اشاره مختصری کردید به این که در بعضی از نقاط ایران، خصوصا اونجاها که اقلیت‌های قومی بودند، دامنه سرکوب‌ها وسیع‌تر بوده. تا حالا گفته میشه که این سطح از خشونت بعد از جنگ در ایران سابقه نداشته، این سطح از کشته شدن‌ها. بارها در مورد گسل‌های قومی هشدار داده شده بود. چرا از نظر شما چاره اندیشی صورت نگرفته؟ چرا شاهد این نوع از خشونت هستیم؟ این برمیگرده به ساختار جمهوری اسلامی که نه تنها در ماهیت خودش ضد مردمی است، از ضد شیعه هم هست. چون من مطمئنم بسیاری از بینندگان شما نگاه میکنن میگن این بحثا چیه که مثلا در بر ضد قومیت ها هستن، بر ضد سنی ها هستن، اینا بر ضد شیعه هستن. واقعیت هم همینه، ولی حقیقت هم اینه که در مورد قومیت ها این ستم مضاعف و دو برابر وجود داره، بحثی نیست. همان گونه که مثلا در مورد زنان این ستم مضاعف وجود داره، در مورد بهائی ها این ستم مضاعف وجود داره. در نتیجه تکیه کردن بر روی ستم مضاعف و اون ظلم دوگانه ای که در مناطقی مثل استان سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان صورت میگیره، شما میبینید جمهوری اسلامی براش مهم نیست که مردم به عنوان مثال سیستان و بلوچستان یا مردم خوزستان که نفت کشور از اونجا داره میاد در فقر و بدبختی زندگی میکنن، اما پول همین مردم به حوتی های یمن داده میشه یا به حزب الله لبنان یا به هشت و شعبی یا به حماس یا به جهاد اسلام. آخه چرا؟ سوال اساسی بقیه ملت ایران که برخواستم اینه که الان در این شرایط که ما نمیتونیم دارو بخریم، الان که در این شرایط شما با به دنیا به جنگ افتادید و این تحریما رو هم بخش بزرگیش تقصیر خود شما هست که با دنیا به جنگ افتید، ولی پول هست برای حوثی ها، پول هست برای جهاد اسلامی که موشک بخرن، چرا برای مردم فقیر ایران این پول نیست؟ در نتیجه جمهوری اسلامی به نوع ماهیت خودش که یک حکومت شیعه متعصب شوونیستی هست، و دوم اینه که خب تمام مردم ایران رو سرکوب میکنه، کرد و بلوچ و عرب رو که دو برابر سرکوب میکنه و ثابت کرده. مار پوست بگذارد اما خوی نمیگذارد. و یه نکته آخری هم که من بگم، جناب آقای اشکیوری گرامی فرمودن، اینه که این اتحاد امکان پذیر نیست. من حرفشون رو قبول دارم، ظاهرا دورنمایی برای اتحاد اپوزیسیون یا گروه های مخالف امکان پذیر نیست، ولی ما باید این امکان پذیر بکنیم. یکی از راهش اینه که دوستان ما باید قبول کنند که دیگه اصلاح طلبی برای همیشه مرد و این نظام قابل اصلاح نیست و باید از اون گذر کرد. آقای اشکیوری، حکومت میتونه به فشارهای اقتصادی ادامه بده؟ مثلا علاوه بر بنزین تو این شرایط قیمت نان، حامل های انرژی رو اضافه بکنه، مالیات رو بالا ببرن. الان گزارش های حاکی از اینه که اینها 2 میلیارد دلار از روسیه تقاضای وام کردند. والا باز در ارتباط با همون سوال قبلی و پرسه و پاسخ همون باید بگم هم آره هم نه. اگر حکومت عاقل باشه، اندکی امیدی برای عقلانیتش وجود داشته باشه، خب میتونه. من البته تردید دارم که دیگه فرصتی برای تغییرات قابل توجه در ساختار نظام باقی مونده باشه. اما با اگر امیدمون از دست نداده باشیم، امیدوارانه میتونیم بگیم که اگر و اگر عقلانیتی وجود داشته باشه، حتی اگر به منافع خودشون هم فکر بکنن، برای بقای خودشون فکر بکنن، باید یه چاره بیاندیشن و تا دیر نشده با مردم آشتی کنن. اما در عین حال بر اساس تجربه 40 ساله و روندی که در طول این 40 سال طی شده و جمهوری اسلامی از جمله آقای خامنه ای حداقل از 76 به بعد فرصت‌های طلایی در اختیار داشت که بتونه یه جوری این روند معیوب و این روش نادرست رو و ضد مردمی رو اصلاح بکنه و با مردم کنار بیاد، یه راهی برای اصطلاح نفس کشیدن مردم برای قشرهای مختلف باز بکنه، میتونست فرصت از استفاده کنه
که متاسفانه داریم که دیگه کار از ارائه راه حل‌های اصلاح طلبان گذشته اونطور که آقای دوشوکی گفتن؟ نه، من همونجوری که زمین صحبتم گفتم، هنوز من اندک امیدی دارم. به هر حال این نظام به خصوص نهاد روحانیت در روحانیت شیعه در تاریخ نشون داده که در جاهایی رو که مرگ زندگی برایشون به اصطلاح مطرح باشه امکان انعطاف وجود داره و من ناامید نیستم. از نظر فلسفی هم این که بگیم یک نظامی، حالا چه جمهوری اسلامی باشه، هر نظامی باشه، بگیم تا قیام قیامت هیچ وقت تغییر نخواهد کرد، هیچ تغییر درش ایجاد نخواهد شد، به لحاظ فلسفی هم چنین قطعیتی وجود نداره. ولی من الان بحث اصلاح طلبی یا عدم اصلاح طلبی نمی کنم. در ارتباط با پرسش شما میخوام بگم که پاسخ آره هست، به این معنا که اگر امیدی جای امید باقی مانده باشه میشود این امید رو داشت. اما با توجه به تجربه 40 ساله میبینیم که هر بار که مردم خیزش عظیمتری میکنن و اونها سرکوب خونینتری میکنن، پیروزیشون رو جشن میگیرن و فکر میکنن دیگه تمام شد. این بار یکی از سرداران سپاه گفته بود که خب مثلا همون جنگ جهانی بعده، یعنی همه دنیا با ما جنگید، ما پیروز شدیم، بعد خدا ما را نجات داد. این جمله خیلی معنی داره، خدا ما را نجات داد. خب همین خدا برای همیشه که با شما نیست، فردا میتواند که ملت را هم نجات بدهد، همون گونه که در سال 57 ما دیدیم. سپاسگزارم آقای یوسف اشکاری. متاسفانه وقتمون به پایان رسید، سالهای زیادی باقی هست هم از شما هم از آقای دوشوکی، ولی ممنونم از حسن یوسفی اشکبری نماینده پیشین مجلس. من فقط 10 ثانیه اینو بگم که یکی از مشکلات اساسی که ملت ایران داره همین اصلاح طلبها هستن که مردم رو سرگرم کردن بین انتخاب بین بد و بدتر. خب در زمانی که صدها نفر دارن در خیابانها کشته میشن. آقای یوسفی اشکبری گفتن که هنوز امید رو از دست ندادن. ممنونم از حسن یوسفی اشکبری نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی از بن آلمان با ما، و همینطور اینجا عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان و تحلیلگر مسائل سیاسی. و اما گفتگویی داشتم با سعید مدنی، جامعه شناس در تهران. اول از او پرسیدم که اعتراضات اخیر در ایران با افزایش ناگهانی قیمت بنزین شروع شد، با این حساب آیا میتوان گفت که پایگاه اجتماعی آن طبقات فرودست جامعه است؟ شاید به طور کلی و به طور قطع بشه گفت که بخش قابل توجهی از معترضین رو طبقات فرودست تشکیل میدادند، اما لزوماً نمیشه گفت که کل جمعیتی که در خیابان‌ها بوده و معترضین رو فقط طبقات فرودست تشکیل میدن. در واقع موضوع برمیگرده به فضایی که در جامعه ایران وجود داره. قبلا هم به کرات گفته شده که جامعه ایران در وضعیت جنبشی قرار داره، در واقع میشه اون رو جامعه جنبشی نامید. به این معنی که در واقع گروه‌های ناراضی با انگیزه های مختلف واکنش اعتراضی نشون میدن نسبت به این وضعیت. در واقع در تمام جوامع افراد ناراضی وجود دارن، ولی جامعه ایران مدت هاست در شرایطی قرار گرفته که این نارضایتی به نحو به شکلهای مختلفی موجب واکنش اعتراضی میشه. بنابراین درسته که افزایش قیمت بنزین به شدت طبقات فرودست رو زندگیشون رو تحت تاثیر قرار میده و تهدید میکنه زندگی اونها رو، ولی به طور مشخص با توجه به ترکیب سنی گروه های معترض که عمدتا گروه های جوان هستن، میشه گفتید نوع به نوعی این گروه های معترض و این در واقع شورش نان، به تعبیری که در مورد شورش هایی که علیه کاهش یارانه ها یا افزایش قیمت انجام میشه، گروه های جوان هم هستن و میشه گفت جنبش جوانان هم با این گره خورده. درست مثل سال 96 منتها در ابعادی بسیار گسترده تر. بنابراین من میتونم بگم ترکیبی از جنبش جوانان و جنبش فرودست. به سال 96 اشاره کردید، قبل از اون نارامه ها و اعتراض های سال 88 رو داشتیم. این مورد اخیر آیا تفاوتی بنیادین و اساسی با گذشته داره؟ به طور قطع. در واقع سال 88 به نوعی انگیزه معترضین در وهله اول طبیعتاً سیاسی بود و به نوعی خواستار پس گرفتن رأی خودشون شده بودند. جنبش سبز در یک بستر مدنی شکل گرفت با مختصات خودش، یک جنبش جدید بود به این معنی که طبقه متوسط اون رو هدایت میکرد و به راحتی میتونست 2 تا 3 میلیون جمعیت رو در تهران بیاره بدون اینکه حادثه‌ای رخ بده، چون اساس و محورش یک جنبش ضد خشونت و جنبش مدنی بود.
اما در سال 96 در واقع اعتراضات که صورت گرفت به نوعی شورش بود علیه وضعیت نابسامان اقتصادی اجتماعی. همین به اصطلاح انگیزه و همون جنبش در مدار دیگه ای، چون که قبل از اون هم پیش بینی میشد که با سرکوب اون اعتراضات لزوماً منشأ اعتراض و منبع اعتراض تموم بشه، انتظار میرفت که در یک به اصطلاح دایره گسترده تری و به صورت وسیع تری ادامه پیدا کنه. به این ترتیب در واقع میشه گفت از سال 88 یک فرایند توالی بحران‌ها در جامعه ایران ایجاد شده که این در قالب چرخه‌های اعتراضی خودش رو نشون میده. دایره این اعتراضات هر بار به دلیل اینکه با منشأ اون و به اصطلاح منبع اون که حل مسائل و بحران‌های جاریه به اصطلاح پاسخ داده نمیشه و اون بحران‌ها سر جای خودشون هستن، سرکوب در واقع نیرویی رو انباشت میکنه که میتونه در فرصت بعدی و به زنگاه بعدی با خشونت و شدت خیلی بیشتری و گستردگی طبیعتاً بیشتری بروز کنه. از سال 88 تا 96 8 سال طول کشید، ولی این یکی بسیار نزدیک، کمتر از 2 سال به سال 96. چرا این توالی بحران ها به قول شما یا چرخه اعتراضی زمانش نزدیکتر شده به هم دیگه؟ ببینید در جوامعی که وارد فاز جنبشی میشن یا در واقع جنبشی میشه، در واقع این چرخای اعتراضی اگر که به علل و منشأ اون پاسخ داده نشه، اگر که به بحرانها و مطالبات پاسخ داده نشه، تعبیری که ازش میشه گفته میشه که وارد یه چرخه حلزونی میشه. به این معنی که در هر دور جدیدی که شکل میگیره اعتراضات در یک مدار بالاتر با شدت و رادیکالیزم بیشتر و طبیعتاً به اصطلاح ابعاد گسترده تری خودش رو نشون میده. بنابراین انتظار میره که اگر که مسائل کنونی جامعه ایران که عمدتاً به اصطلاح مشکلات و بحرانهای ساختاری هست حل نشه، این چرخه اعتراض در دوره‌های نزدیکتر همینطور ادامه پیدا می‌کنه تا اینکه به یک سرفصلی برسه. گفته میشه که خسارت‌ها، تلفات، ناآرامی‌ها، کشته‌های این دوره با دوره قبل قابل مقایسه نبود. دوره قبل هم با سال 1388 احتمالاً صدای طبقه فقیر کمتر شنیده میشه. برخورد خشن با این طبقه پیامد بعدی چی میتونه باشه؟ شما اشاره مختصری کردید به این چرخه حلزونی، بحران دیگه ای در پیشه، منظورتون اینه؟ به طور قطع تا زمانی که منشأ و عامل این نارضایتی رو به افزایش حل نشه، طبیعتاً انتظار اینه که واکنشا شدیدتر بشه. در واقع نوعی احساس ناکامی در جامعه وجود داره که به اصطلاح آستانه تحمل رو پایین میاره. بنابراین با هر شوک میتونه که وضعیتی رو جامعه با وضعیت مشابه وضعیت این چند روز گذشته باش مواجه بشه. از سوی دیگه توجه داشته باشید که در واقع بروز خشونت در مراحل اولیه نیست، یعنی در مراحل اولیه اعتراضات وجه خشونت آمیز نداره، اگرچه رادیکاله ولی لزوما خشونت آمیز نیست. بعد از اینکه باهاش برخورد خشونت آمیزی میشه و سیاست سرکوب در پیش گرفته میشه، واکنش نسبت به اون هم طبیعتاً خشونت آمیزه و سطح به اصطلاح تعارضات رو بالاتر میبره. توجه داشته باشید که اساساً در طول این سالهای گذشته لااقل در از 90 به این سو شواهد نشون میده که اصولاً اصلا گرایش به خشونت و سطح خشونت در کل جامعه ایران هم افزایش پیدا کرده. به طور مشخص شواهدی از افزایش زد و خوردهای خیابانی به اصطلاح و انواع مختلف خشونت چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه رو ما می‌بینیم. بنابراین نوعی زمینه مستعد هم برای بروز خشونت در کل جامعه ایران وجود داره. این توجه به خواسته هایی که شما اشاره کردید به نظر میاد تغییرات بنیادین رو میخواد، حتما زمان بر هست، ولی با این تحمل کوتاهی که شما توصیف کردید
میشه اصلا امید بس که این تغییرات انجام بشه و جامعه هم حوصله به خرج بده؟ میشه گفت که هر چقدر که زمان میگذره فرصت برای این که جامعه در قبال تغییراتی که صورت میگیره واکنش مثبت بده کمتر و کمتر میشه. یعنی شاید مثلا 10 سال پیش میشد با اقدامات به اصطلاح محدودتری وضعیت جامعه رو رو به ثبات برد. امروز ابعاد مشکلات و بحران ها خب خیلی جدیدتر شده. مثلا موقع که دولت اعلام میکنه که به 60 میلیون نفر جمعیتی که به اصطلاح نیازمندن میخواد که کمک مستقیم مالی بکنه، معنیش اینه که سطح فقر نابرابری به شدت گسترش پیدا کرده. موقع که تورم به میزان قابل توجه افزایش پیدا میکنه، معنیش اینه که کنترل اون و تأثیراتش روی وضعیت جامعه و رویکرد جامعه خب سخت‌تر و سخت‌تر میشه. این ترتیب در واقع میخوام بگم که در واقع هر چقدر که تأخیر داشته باشه دولت و نظام در پاسخ به بحران‌ها، عوامل شدیدی این بحران‌ها پیچیده‌تر و دشوارتر میشه و در واقع حلش هم نیاز به جراحی‌ها و اقدامات جدی‌تر و اساسی‌تر. این فرصت‌هایی که از نظر شما داره کمتر و کمتر میشه، آیا به نقطه‌ای رسیده که بگیم جراحی هم شاید جواب نده؟ ببینید، مدت هاست که جامعه ایران در واقع دوچار مشکلات و بحران‌های ساختاریه. دیروز و امروز نیست. در واقع علت این که بسیاری از مسائل کنونی به رغم برخی رفورم‌ها و یا اصلاحاتی مختصری که صورت گرفته نتونسته کنترل بشه، نتونسته که در واقع روندها از این به اصطلاح مسیری که در پیش گرفته بهبود پیدا کنه یا وضعیت بهبودتری برای جامعه ایران ایجاد بشه، علتش اینه که مدت هاست که مشکلات ساختاری شده و بدون دستکاری اون ساختارها اصلاحات اساسی در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مخصوصا سیاست خارجی، مجموعه اینها به اصطلاح تا موقعی که اصلاحات جدی درش صورت نگیره که نتونه که پاسخ بده به این مجموعه بحران‌های موجود، طبیعتا خیلی دشواره که بشه گفت که جامعه به یک وضعیت ثبات و آرامش. آقای مدنی، این اصلاحات ساختاری تا چه اندازه؟ تا اندازه‌ای که تغییر رژیم پیش بیاد؟ منظورتون اینه؟ این بستگی داره به نوع واکنشی که نظام سیاسی ایران در به اصلاح در پیش میگیره. در واقع واکنش نظام سیاسی کم و بیش روشن. آقای مدنی، حاکمیت سعی کرده سرکوب کنه و کنترل کنه. با همین فرضیه، با همین فضا، آیا اصلاح از نظر شما، اصلاح ساختاری ممکنه یا به نقطه‌ای برسه که بسیاری این طرف اون طرف در خارج از ایران میگن تغییر حکومت؟ ببینید، تا اینجایی که مقابل ما قرار داره هیچ علائمی از این اصلاح ساختار ایجاد نشده. منتها در مقابل ما گزینه‌های مختلفی وجود داره. یکیش اینه که اساساً این فرایند ادامه پیدا بکنه و در شرایط عدم حضور یک آلترناتیو جدی در داخل ایران، در خارج ایران که خیلی اثرگذار نیست، در داخل ایران در واقع میتونه که منجر به یک شرایطی بشه که به اون فروپاشی میگن. یعنی شرایطی که برای هیچ کس قابل کنترل نیست. امروز دولت و نظام تونسته در 4-5 روز این وضعیت رو کنترل بکنه. و موقعی که گروه‌های فقیر، گرسنگان بخوان در وارد خیابان ها بشن، معلوم نیست که همیشه بشن اونها رو کنترل کرد، ضمن اینکه هیچ مرجع مشخصی هم ندارن. یک وجهش اینه. یک وجهش در واقع اینه که بحران ها آنچنان تداوم پیدا کنه که به یک تحول انقلابی منجر بشه، که این هم به نظر من نه ممکنه، به دلیل اینکه شرایط روانی جامعه ایران تجربه انقلاب 57 به این سمت نمیره و اینکه اساساً در واقع مطلوب هم نیست. یعنی جامعه ایران تحمل چنین فشار و سختی رو نداره. نکته ای که یا راه حلی که در مقابل بسیاری از کسانی که معتقدند که مشکلات ساختاری این هست،
اینه که با هشدارهای جدی به نظام سیاسی ایران او رو دعوت کنن به اینکه شروع کنه به اصلاحات ساختاری از طریق یک گزار دموکراتیک. گفتگوی بود با سعید مدنی جامعه شناس در تهران. و بعد از چند روز قطع اینترنت در ایران، حالا امکان دسترسی به این شبکه دوباره به تدریج فراهم شده. تصاویری هم از وقایع روزهای اخیر دست به دست میشه. بینندگان بی بی سی فارسی ویدیوهایی از حوادث روزهای اخیر برای ما فرستادن که با هم دیگه میبینیم. تبریز اتوبوس نیروی انتظامی داره میسوزه. خیابان پاسداران تبریز. 25 آبان. شهریار. صدای تیراندازی. کیوسک انتظامی مامورا روی پشت بوم جلوی کیوسک دارم تیراندازی میکنم مردم. اعتراضات درونی بنزین قم. خدا برای من بفرستش. تصاویری بود که به دست بی بی سی فارسی رسیده. همونطور که اشاره شد، یک هفته از قطعی اینترنت در ایران گذشت. گزارش شده که بخش عمده‌ای از تبادل اطلاعاتی ایران در شبکه اینترنت دوباره برقرار شده. همزمان با اعتراض‌ها، اینترنت به دستور یک شورای دولتی در وزارت کشور قطع شده بود. قطع اینترنت خسارت اقتصادی سنگینی به شرکت‌های داخلی وارد کرد. همینطور بعضی مخاطبان بی بی سی فارسی در تماس‌هایشان گفته بودند که به هیچ گونه ارتباط اینترنتی دسترسی ندارند. آمریکا محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران را به خاطر نقش داشتن در سانسور اینترنت تحریم کرده. این محدودیت‌ها فقط برای اینترنت نبوده و پارازیت‌های فراگیر و سانسور مطبوعات داخلی هم تشدید شده. هادی نیلی در گزارشی می‌گوید تهدید قطع دسترسی ایرانی‌ها به اطلاعات حالا قوی‌تر از قبل شده. فضای مجازی رو، فضای اینترنت رو، ارتباط مردم با دنیا را دولت 12 حراست خواهد کرد. این حرف‌های حسن روحانی کمتر از 2 پیش. فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. اما این بار دیگر نه فقط شبکه‌های اجتماعی، نه فقط فیلترینگ، بلکه کل ارتباط ایران با شبکه جهانی به مدت تقریباً 1 هفته قطع شد.
شبکه نت بلاکس که بر اختلال‌های اینترنتی نظارت می‌کند گزارش داده که کاربران اول از همه خبر دادند که اینترنت در شهر مشهد قطع شده و بعد به سراسر کشور گسترش پیدا کرد و در پی آن شبکه اینترنت موبایل هم از کار افتاد و دسترسی به جهان خارج به مدت بیش از 6 روز در حدود 5% بود. دیواری آهنین برای جلوگیری از ارتباط و هماهنگی معترضان با یکدیگر و جلوگیری از انتشار خبر خونریزی‌ها و تعداد کشته شدگان و زخمی‌ها. میخوام بهتون نشون بدم که چطوری اینترنت ایران اینترانت شده و دسترسی به سایت‌های خارجی بسته شده. عملاً هیچ کسی از داخل ایران نمیتوانست به شبکه وصل شود مگر تک و توک کاربرانی که بسیار راه‌ها آزمودند و گاهی حرفی ازشان به خارج ایران رسید. بیدار شدم، اینترنت رو چک کردم، کاملا در تمام ایران قطعه. از روش چند لایه استفاده کردم تا به یک ارتباط شبیه 128 کیلوبایتی به جهان آزاد برسم تا این توییت رو بفرستم و خبرها رو چک کنم، البته اگر چیزی رد بشه. این شدیدترین فیلترینگ اینترنت بوده که داشته ایم. برگشتیم به دوران پیشا اینترنت. با تلفن و اس ام اس از حال هم خبر میگیریم. تهرانی ها از اعتراضات تهران بی خبرن، چه برسه به شهرهای دیگه. معلوم نیست نیم ساعت دیگه هم وصل باشم. وزیر کابینه حسن روحانی که بین هوادارانش به لقب‌هایی مثل وزیر جوان و وزیر جیمپوش معروف شد، عنوان‌هایی که دستمایه شوخی منتقدانش هم شد، تا چند ماه پیش منکر مانور قطع اینترنت بود. یکی از شب‌های اول تابستان که مؤسسه نت بلاکس گفت در طول چند ساعت 65% ارتباط اینترنتی ایران قطع شد و بعد برگشت. حالا نت بلاکس میگوید از ظهر شنبه به وقت تهران ارتباط اینترنت ایران به حدود 3/4 گذشته رسیده. قطع اینترنت تنها یکی از ابزارهای کنترل جریان آزاد اطلاعات در این روزها بود. در کنار آن محدودیت‌های آشکار و نهان برای رسانه‌های داخلی است. این چند روز به جز در روزنامه‌های حامی برخورد با اعتراض‌ها، نشریات چاپ ایران با حداکثر احتیاط در این باره چیزی ننوشتند، آنقدر که صدای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پایتخت را هم درآورد. چند روزنامه‌نگار در روزهای گذشته تایید کردند که سانسور به خواست نهادهای امنیتی بوده، دستور از بالا. آن از اینترنت و مطبوعات، این هم وضع دریافت شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، به خصوص در یکی دو روز اخیر. یادآور فضای بعد از اعتراض‌های سال 1388. کارشناسان حوزه فناوری‌های ارتباطی و اینترنتی هشدار می‌دهند که کاربران همچنان باید مراقب ابزارهایی باشند که استفاده می‌کنند. فیلتر شکن متفرقه و ناشناس ضررش می‌تواند بیشتر از فایده‌اش باشد. همونطور که می‌دونید فیلتر شکن‌ها از جمله سایفون نیاز به اینترنت دارن برای اینکه کار بکنن و در شرایط قطع کامل اینترنت اونها هم متصل نمی‌شن. در چنین شرایطی ممکنه مردم به امید اتصال به اینترنت اپ‌هایی رو دانلود بکنن که به امن بودنشون اطمینان ندارن. توصیه من اینه که فیلتر شکن‌های مطمئن رو استفاده بکنن. اگر مخاطب بی بی سی هستید از سایفون استفاده میکنید، حتما سایفون رو به روز نگه دارید. آخرین ورژن برای اندروید 249 و برای ویندوز 150 هست. ممکنه سایفون چند دقیقه طول بکشه تا متصل بشه، قطع و وصلش نکنید، بهش وقت بدین تا پیدا بکنه مسیر خوب برای اتصال به اینترنت رو. با این ضرب شست و طولانی ترین خاموشی اینترنت، حالا توان مقام های ایران برای مهار این ابزار فراگیر روشن‌تر است. اگرچه باز از هر روزنه‌ای که شده، آنچه در یک هفته گذشته بر معترضان گذشت، از گوشه و کنار به خارج از ایران درز می‌کند. هادی نیلی، بی بی سی. دقایق قبل محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران در یک پیام ویدیویی بابت قطع اینترنت و مشکلاتی که به وجود آورده پوزش خواست و وعده داد که به کاربران موبایل در ایران 1 گیگابایت اینترنت رایگان داده میشه. وزیر ارتباطات ایران ظرف یک هفته گذشته کمتر سخن گفته بود و ادعا کرده بود که مسئولیت تصمیم گیری درباره قطع اینترنت با نهادی بالاتر از سطح او بوده. و ما علی اکبر موسوی خوینی نایب رئیس کمیسیون مخابرات و ارتباطات در مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباطات از مریلند آمریکا ماست. آقای موسوی، این روزها خیلی درباره اینترنت ملی حرف زده میشه. داستان اینترنت ملی از کجا شروع شد؟
بله، داستان اینترنت ملی مال بیش از یک دهه قبله که روش کار شده، هی بالا پایین داشته و نقطه ضعف و قوتی داشته که سرش هم دعوا بوده از طرف بخشی از حکومت، از طرف نهاد رهبری و نهادهای تحت امرشون با بخش دیگه اجرایی دولت و اینها که چرا این رو سریع‌تر انجام نمیدین. و اگر به اون موقع برگردین، در وبسایت وزارت ارتباطات اتفاقا یک گزارش رسمی در واقع منتشر کردن که صفحه 48ش رو ما میتونیم ببینیم، یک الگوی مفهومی نقشه‌ای رو اونجا نشون میده که کاملا مبتنی بر اون سالها کار کردن، هزینه‌های میلیاردی انجام شد و اولین باری بود که این رو عملا به این شکل در طولش 5-6 روز اجراش کردن به شکل ناقصش، ولی به هر حال خیلی پدیده جدید بود. انگار که در یک کشوری شما حساب کنید مثلا آب رو قطع کنن، یه چیزی که مردم باش شب روز دارن زندگی میکنن، برق رو مثلا قطع بکنن، اینها این کار رو انجام دادن. شاید بی دلیل نبود. در اون نقشه شما اگه دقت بفرمایید، اونجا یک 4 تا فلش هست پایین که روش نوشته شده شبکه اینترنت جهانی، بالاترش در واقع یک شبکه اینترنت، یک شبکه داخلی هست. اون 4 تا فلش در واقع، حالا میتونه 5 تا باشه، 7-8 تا باشه، بیشتر یا کمتر باشه، نودها و گیت‌وی هایی هستن، نقاط دروازه های ورود اینترنت جهانی هست. اون نقاط رو عملا تحت کنترل و محدودیت شدید قرار دادن و حتی به حد صفر رسوندن در این چند روز گذشته. شاید به هیچ عنوان نمیشه شرایط ایران رو به خصوص از نظر ارتباطات با کره شمالی مقایسه کرد، به خاطر اینکه زیرساختای بسیار قوی ایران شکل گرفته، صحبت از راه اندازی شبکه 5G بوده، ولی واقعا 5-6 روزی که اتفاق افتاد به این پروژه رو اجرا کردن، مثل اینکه عرض کردم آب مثلا قطع کردن، تنها کشوری که مردم میتونستن باش مقایسه بکنن کره شمالی، و واقعا درست هم بود. حتی در کوبا شخصا خودم اونجا بودم، به اصطلاح در شهر هاوانا، اقلش این بود که در یکی از نقاط توی مثلا کنار اطراف هتل‌ها جاهایی مردم میتونن بیان مثلا وای فای استفاده کنن با موبایلشون، با لپتاپشون. خود من تست کردم، ملت جمع میشن دور توی پارک‌ها مثلا یک کارهای استراتژیشون انجام، ولی تو ایران تو این 5-6 روز حتی برای یک چنین وضعیت به اصطلاح موقعیت های فوریتی هم این برنامه ها رو در نظر نگرفتن. خیلی به اصطلاح بحران بزرگی بود و به همین خاطر بود که در واقع یک واکنش بسیار تندی از طرف مردم مواجه شد، و من فکر می‌کنم این ادامه دار خواهد بود. یه چیز جدید است، وارد شرایط جدیدی ما شدیم در کشور. توضیح که میدادید، ما اون تصویر رو هم نشون دادیم، اشاره کردید که اونجا 4 تا درگاه در نظر گرفته شده بود. ما با کارشناسان اینترنت که حرف میزدیم، گویا این 4 درگاه هم فعلا به یک درگاه محدود شده. به معنای این است که آیا اگر هم این درگاه متصل بشه که الان گویا شده، قابل کنترل هست؟ فضای اینترنت اون فضای غیر قابل کنترلی که قبلا تصور میشد نیست از نظر مبادله اطلاعات؟ ببینید، درگاه‌های متعدد هست، هنوز هم اونا وجود داره. مثلا فرض کنید یک درگاه هست که توی این بومهن از طریق ماهواره کلا اینترنت دریافت میشه و نهایتا توزیع میشه که به عنوان جایگزین خیلی وقت استفاده میکنن، یا از طریق جاسک فوجیره فیبر نوری هست، از طرق مختلفی وارد کشور فیبر نوری وارد شده. به هر حال اینها گیت‌وی هایی هست، اینها رو تونستن در واقع در موقعی که مد نظرشون بوده، صرف نظر از اینکه شبکه داخلی کار میکنه یا نه، اون رو سر خودش نگه دارن، مثلا برای بعضی از بانک ها سرویس هایی رو ارائه بدن، ولی اون درگاه ها رو در واقع اینترنت رو به شدت کنترل. این شیر آب شما حساب بکنید، از نظر فنی کاملا این کار شدنی هست، نه تنها در ایران، در خیلی از کشورها. فقط تنها چیزی که مسئله در واقع وجود داشت این بود که به خاطر اینکه تکان بزرگ روی اقتصاد کشور میتونست وارد بشه، خیلی کشورها این کار نمیکنن. مثلا در چین هم وجود داره یه چنین چیزی، ولی به خاطر اینکه اقتصاد این کشور میتونه در واقع با بحران بزرگی مواجه بشه، به خاطر اینکه بخواد اینترنت رو به اون شکل قطع بکنه. ولی تو ایران این کارو کردن، البته خسارت‌های زیادی هم وارد کردن، حتی توی صنعت برق، خیلی جاهای دیگه واقعا اتفاقاتی افتاد که اگه بخواد همین چیزی ادامه پیدا بکنه، از نظر اقتصادی هم یک ورشکستگی جدیدی رو مواجه می‌شه. اگر کشور گرفتار مشکلات اقتصادیه، اگر دولت می‌خواد واقعا مشکلات حل بشه، ریسک کردن تا این حدی که شما توصیف کردید چه معنایی داره، چه مفهومی داره، چه نشانه چی هست؟
به نظر من نشانه اینه که فقط و فقط نشانه این هستش که اتفاقاتی داخل کشور داره رخ میده و میخواد یک دست به یک کار خارق‌العاده و خطرناکی بزنه که نمیخواد دنیا ازش خبر داشته باشه، وگرنه بقیه زندگی مردم که ربطی به اون چند تا اعتراضی که سر مسئله بنزین توی شهرها اتفاق میفته که نداره، که عین اینکه میگم آب رو مثلا قطع کنید. و واقعا نشون داد، متاسفانه برای اولین بار بود، واقعا شوک‌آور هست که اینها دستور تیر مستقیم به سمت مردم دادن و این اتفاق کمی نبود. در واقع میخواستن که کسی مطلع نشه اون کاری رو که میخواستن در واقع ادامه بدن. و متاسفانه باید بگم که وارد فاز جدیدی که به سمت صحبت سوریه‌ای شدن اینها میشد کشور شد، و اگه یه همچین چیزایی اتفاق ادامه پیدا کنه و راه حل ها و چاره های اساسی مثلا توی همین انتخابات روش فکر نکنن، فکر میکنم کشور ما با وارد یک فاز کاملا جدید خطرناکی شده. و به این خاطر بود که اینترنت رو بستن، وگرنه هیچ توجیهی نداره در هیچ کشوری، عرض میکنم همچین اتفاق نمیفته، مگر اینکه در کشوری مثل کره شمالی که اصلا مردم آشنا نیستن با این وسایل و اینها. بسیار خوب، سپاسگزارم از علی اکبر موسوی خوینی، نایب رئیس کمیسیون مخابرات و ارتباطات در مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباطات از مریلند آمریکا با ما. برنامه 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. دادگاهی در آمریکا حکم داده که دولت ایران 180 میلیون دلار خسارت به جیسون رضاییان بپردازد. آقای رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست بود که حدود 5 سال پیش به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت و زندانی شد. قاضی دادگاه گفته که این مبلغ باید برای جبران درد و رنج و خسارت مالی ناشی از حبس 18 ماه او پرداخت شود. آقای رضاییان حکومت ایران را به شکنجه روانی و گروگانگیری با هدف تاثیرگذاری بر مذاکرات هسته‌ای متهم کرده بود. او در جریان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی و پرداخت 400 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا آزاد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به اقلیم کردستان عراق رفت تا به رهبران کردها اطمینان بدهد که ایالات متحده به حمایت از آنها ادامه خواهد داد. مایک پنس به نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفت که او و دونالد ترامپ بر حفظ روابط نزدیک دو طرف در جنگ علیه داعش تاکید دارند. تصمیم دولت ترامپ برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از شمال سوریه که راه را برای حمله ترکیه به شبه نظامیان کرد باز کرد، به منزله خیانت آمریکا به کردها تلقی شده بود. چند نفر از فرزندان اعضای بریتانیایی داعش به بریتانیا برگشتند. وزارت خارجه بریتانیا به دستور دادگاه عالی آنها را بازگردانده. دادگاه گفته که وضع روحی آنها خوب است و توانستند صبحانه را با خانواده‌شان صرف کنند. دستگان آنها برای دریافت اجازه بازگشتشان به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرده بودند. یک سازمان خیریه برآورد کرده که هنوز حدود 60 کودک بریتانیایی همراه مادرانشان در اردوگاه‌های در سوریه به سر می‌برند. رئیس جمهوری روسیه به اعضای حزب حاکم این کشور هشدار داده که نباید از عوام‌گرایی برای پنهان کردن ناکامی‌ها و ناتوانایی‌های خود استفاده کنند. ولادیمیر پوتین در همایش سالانه حزب روسیه متحد از آنها خواست همحزبی‌هایی را که نمی‌توانند برای مسائل راه حل پیدا کنند به حال خود رها نکنند. محبوبیت حزب حاکم روسیه امسال به کمترین حد خود رسیده. پایان بخش برنامه امشب گزارشی از تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح دونالد ترامپ. تحقیقات درباره پرونده استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان ادامه دارد. در این حال جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آقای ترامپ که اخیراً در پی اختلاف نظر با او کاخ سفید را ترک کرد، تلویحاً اشاره کرده که شاید او هم حرفایی برای گفتن داشته باشد. درباره آخرین جزئیات این پرونده و روند آینده استیضاح احتمالی نیکلاس نیکسادات گزارش می‌دهد. درام سیاسی تلویزیونی در آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده. این روزها یک دو جین از کارکنان کنونی و سابق قوه مجریه در پرونده تحقیقات درباره استیضاح دونالد ترامپ شهادت علنی دادند. در این میان منتقدان رئیس جمهور شهادت گوردون ساندلند را مضرترین ضربه به او اعلام کردند. آقای ساندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا به کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان از تلاش برای فشار به اوکراین گفت. تلاشی به قول او به رهبری رئیس جمهور با سازماندهی وکیل شخصیش رودی جولیانی، و گفت مقام های ارشد کاخ سفید هم همه مطلع بودند. من صادقانه کار میکردم. با عنوان منصوب رئیس جمهور تابع دستورهای او بودم. ما با آقای جولیانی همکاری میکردیم چون رئیس جمهوری به ما اینطور گفته بود. ما هیچ تمایلی نداشتیم که برای اوکراینی ها شرط بگذاریم. We had no desire to set any conditions on the Ukrainians.
آقای ترامپ متهم است به رئیس جمهوری اوکراین فشار آورده بود تا روی فعالیت‌های پسر رقیب سیاسی‌اش جو بایدن تحقیق کند، اتهامی که قویاً رد کرده. اتهام طبق اصطلاح زبان لاتین کوید پروکو یعنی بدبستان. آیا هیچ بدبستانی در کار بود؟ همونطور که پیشتر در مورد تماس تلفنی از کاخ سفید و ملاقات در کاخ سفید گفتم، پاسخ اینه که بله. آقای ساندلند گفت برگزاری یک دیدار با رئیس جمهوری اوکراین در کاخ سفید مشروط به تحقیق روی پسر بایدن شده بود. گوردون ساندلند، میلیونری که مانند ترامپ با هتلداری ثروتی به هم زده، در کمپین ریاست جمهوری چند بار از دونالد ترامپ حمایت و بعد نظرش را عوض کرده بود. در نهایت $1,000,000 به کمپین او هدیه داد و بعد سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا شد. حالا انگار دوباره از ترامپ روی گردانده. اما آیا با این شهادت بخت از ترامپ هم برگشته؟ خبر خوب برای کاخ سفید این که آقای ساندلند گفته که هرگز نشنیده رئیس جمهور کمک به اوکراین را مشروط به تحقیق درباره پسر بایدن کند. این اتهام کلیدی تحقیقات است و آقای ترامپ هم همین جنبه را با دقت یادداشت برداری کرده بود و به رخ خبرنگاران کشید. حاضرید؟ دوربیناتون روشنه؟ من هیچی نمیخوام. این چیزی که از اوکراین میخوام. این چیزی که گفتم. هیچی نمیخوام. دوبار همین رو گفتم. کمک چند صد میلیون دلاری به اوکراین در نهایت بدون هیچ مابعدی واریز شد. طرفداران دونالد ترامپ میگویند او در حالی به فشار بر اوکراین برای منافع شخصی متهم شده که جو بایدن زمانی که معاون باراک اوباما بود و پسرش از مدیران یک شرکت گاز اوکراینی با افتخار از فشارش به دولت اوکراین برای برکناری دادستان کل کشور صحبت کرده بود. دادستانی که روی شرکت پسرش تحقیق میکرد. بهشون گفتم $1,000,000,000 رو نمیگیرید. اگه دادستان برکنار نشه از پول خبری نیست. یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری، دونالد ترامپ نسخه جدید شعار کمپینش را عرضه کرده. در اردوگاه متشتت حزب دموکرات هنوز نامزدی برای ورود به نبرد نهایی انتخاب نشده. خطر بزرگ برای دموکرات‌ها این است که رأی دهندگان به این نتیجه برسند که پرونده استیضاح تنها تلاشی برای منحرف کردن توجه از کارنامه اقتصادی موفق ترامپ بوده. مخصوصاً که با سنایی که در دست اکثریت جمهوری‌خواه است، به سرانجام رسیدن استیضاح بعید به نظر می‌رسد. بعد از تحقیق در کمیته‌های مجلس نمایندگان، اگر شواهد و مدارک لازم علیه رئیس جمهور به دست بیاید، مجلس نمایندگان ماده‌های استیضاح را به رأی می‌گذارد. یک اکثریت ساده کافی است که ماده‌های استیضاح به سنا بروند. این یعنی محاکمه رئیس جمهور با 100 سناتور در نقش هیئت منصفه. برای برکناری به رأی 2/3 سناتورها نیاز است. یعنی دست کم 20 جمهوری‌خواه باید به دونالد ترامپ پشت کنند، چیزی که فعلاً بعید به نظر می‌رسد. در تاریخ آمریکا تنها دو رئیس جمهور استیضاح شدند و هر دو بر مسند ماندند. آخری بیل کلینتون 20 سال پیش که اگرچه دروغ گفتنش درباره رابطه نامشروع با مونیکا لوینسکی محرز شد، در نهایت آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که انگیزه استیضاحش انتقام‌گیری جنایی است و نه نگرانی حزب رقیب برای ارزش‌های اخلاقی. حالا شاید برگ برنده دونالد ترامپ هم رسیدن مردم به چنین باوری باشد. نیکولاس نیکسادات، بی بی سی. ممنونم که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.